سلام بر شما، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه از 37 درجه بهتون میگیم اگر کرونای خفیف هم بگیریم آیا ممکنه قلبمون دچار مشکل بشه؟ علائم آسیب قلبی کووید رو چطور قبل از اینکه خیلی جدی بشه میتونیم تشخیص بدیم؟ و چرا بعضیا ماها بعد از بهبودی کرونا سکته قلبی میکنند؟ همینطور در این برنامه پاشنه کفش از چند سانت بلندتر باشه آسیب دائمی به کمر و پا وارد میکنه؟ آیا درد پریود بعد از بچه دار شدن از بین میره؟ و چطور میتونیم شرایط سخت و بحرانی زندگی رو پشت سر بگذاریم؟ یک سال پیش فکر میکردیم ویروس کرونا یه ویروس تنفسیه که فقط به ریه‌مون آسیب میزنه. الان ثابت شده که ویروس کرونا نه تنها به ریه، بلکه به مغز، قلب، کلیه و تقریبا اکثر اندام‌های بدن میتونه آسیب جدی وارد کنه. این برنامه رو اختصاص دادیم به آسیب‌های قلبی و عروقی بیماری کووید 19. محققان اومدن از یه سری از بیمارهایی که کرونا گرفتن و خوب شدن امارای قلبی گرفتن. نتایج این امارای نشون داده که اکثر این افراد به نوعی دچار آسیب قلبی شدن. از اختلال در نظم ضربان قلب گرفته تا التهاب حاد قلب، انسداد عروقی، نارسایی قلبی، ایجاد لخته‌های خونی و حتی سکته قلبی. و این مسئله متخصصان قلب رو نگران کرده. خیلی از شما در اینستاگرام برامون نوشته بودید که ماها بعد از بهبودیتون از کرونا هنوز دچار مشکلات قلبی از جمله تپش قلب میشین. دکتر علیرضا حشمت متخصص قلب و عروق از کالیفرنیا رو دعوت کردیم تا به همه سوالهایی که شما برامون فرستاده بودین جواب بدن. آقای دکتر، الان یک سال از شیوع کرونا گذشته، قلب بعضی از این بیماران امارای شده، بعضیا کالبد چکافی شده. آیا نتایج نشون میده که همه این آسیب ها به قلب وارد میشه؟ بله، مطالعات بسیار زیادی انجام شده و بسیاری از عوامل دخیل در آسیب قلب در اثر این بیماری رو مورد تایید قرار داده، فاکتورهایی که قبلا راجبش صحبت کردیم. در آغاز این بیماری یکی از فاکتورهای اصلی که داخل شناخته میشد در آسیب قلب، آسیب مستقیم به سلول قلب و ایجاد التهاب در عضله قلب بود که اصطلاحاً اون رو مایوکاردیت مینامیم. گرچه امروز هم به صورت بالینی این فاکتور بسیار مورد سوء زن هستش، اما مطالعات کالبد شکافی به غیر از 2 یا 3 مطالعه اون رو خیلی تایید نکردن. عوامل دیگری مانند انعقاد پذیری شدید و ایجاد لخته در عروق بسیار ریز قلب که باعث عدم خونرسانی به عضله قلب میشه و یا گهگاه ایجاد انسداد در عروق بزرگ قلب که باعث ایجاد سکته های قلبی میشه و منجر به نارسایی قلبی خواهند شد، امروز بیشتر دخیل شمرده میشن در ایجاد نارسایی قلبی و آسیب به عضله قلب. فاکتورهای دیگه مثل کمبود اکسیژن، افت فشار خون، التهاب شدید و استرس همه به هم دیگه دست به دست هم دیگه میدن و کمک این فاکتور میاد و قلب رو مستعد آسیب بیشتر و نارسایی شدیدتر میکنه. آیا این عوارض ربطی به شدت کرونایی که میگیریم هم داره؟ یعنی حتی اگه کرونای خفیف هم بگیریم ممکنه دچارش بشیم؟ جواب این سوال خیلی امروز مورد بحث هستش. یک مطالعه بسیار جنجال برانگیزی جدیداً انجام شد و این بود که بر روی 100 بیمار بهبودی یافته از کرونا 2 الی 3 ماه بعد از بیماری بهبودیشون از بیماری مطالعاتی انجام شد. یکی از کارهایی که انجام دادن امارای عضله قلب بود. جالب اینجاست که از این 100 بیمار بهبودی یافته 2/3شون یا علائم خفیف داشتن یا اصلا علائمی نداشتن و امارای اینها نشانه هایی رو داشت که ممکنه ناشی از التهاب عضله قلب باشه و آسیب عضله قلب ناشی از ویروس رو نشون بده. البته مطالعات دیگری لازمه که اون رو تایید بکنه. در ضمن جمعیت مورد مطالعه بسیار محدود بود و این نتیجه رو نمیشه به کل جامعه تعمیمش داد. این عوارض از ویروس کروناست یا ممکن از داروهایی باشه که برای درمان کرونا استفاده میشه؟ تداخلات دارویی یکی از عوامل شناخته شده در آسیب‌های قلبی ناشی از این ویروس بود. در زمینه التهابی که برای عضله قلب به وجود میاد، تداخلات دارویی ممکنه باعث آسیب‌های قلبی بشه. به فرض خیلی از داروهایی که بسیار شایع‌تر بود در ابتدای این پاندمی استفاده می‌شد، برای مثال من میگم ترکیب 2 داروی آزیترومایسین و کلوروکین باعث ایجاد تغییراتی در سیستم الکتریکی قلب می‌شد
که فرد رو مستعد نامنظمی در ضربان قلب و گهگاه ایست قلبی و یا مرگ ناگهانی قلب میکرد. چرا بعضی ها بعد از بهبود از کرونا سکته قلبی میکنن؟ اگر سکته رو به معنای انسداد عروق قلبی و عدم خونرسانی به عضله قلب بشناسیم، یک اتفاق التهابی هستش و هر عاملی که التهاب رو در بدن افزایش بده شخص رو مستعد این میکنه که دچار پارگی پلاک های اتروسکلروتیک در عروق قلب بشه و سکته ایجاد بشه. این یافته جدیدی نیست، در بسیاری از بیماری ها و یا عفونت های شناخته شده مثل آنفولانزا ما این عارضه رو بسیار میبینیم و اون یکی از عوامل شناخته شده ایجاد التهاب هستش که شخص رو مستعد بروز سکته قلبی میکنه. محمد پرسیده علائم اولیه برای پی بردن به اینکه ما دچار مشکل قلبی شدیم برای کسایی که سابقه بیماری قلبی ندارند چیه؟ بسیار توصیه شده بیمارانی که بعد از بهبود از بیماری کرونا دچار یکی از علائم زیر میشن و این علائم پایدار هست، حتما توسط پزشک مورد بررسی قرار بگیرن. این علائم میتونه درد قفسه سینه، تنگی مداوم تنفس به خصوص با فعالیت بدنی، ایجاد تورم در مچ پا یا اندام تحتانی و یا احساس تپش قلب هستش. اگر شخصی یکی از این علائم رو به صورت مداوم داشته باشه حتما باید توسط پزشک مورد بررسی قرار بگیره. دکتر حشمت، درمان مشکلات قلبی سال هاست که مشخصه. آیا آسیب‌های قلبی کرونا رو نمیشه مثل هر آسیب قلبی دیگه‌ای درمان کرد؟ داروهایی هستش که شناخته شده، ما اینها رو استفاده میکنیم برای این عوارض. برای مثال همه بیماران بدحالی که در ICU هستن بر روی داروهای ضد انعقاد قرار دارن، اما این شدت التهاب زمینه گاهی انقدر شدید هستش که این بیماران حتی به این داروها هم جواب نمیدن و باز هم دچار لخته های خون میشن. برای مثال توضیح دادیم که به علت لخته هایی که در عروق بسیار ریز قلب ایجاد میشه ممکنه خون رسانی به عضله قلب کم بشه. بعد از اون طرف به دلیل کمبود اکسیژن و کاهش فشار خون، اینها هم دست به دست هم میدن، خون رسانی به قلب رو دچار اختلال میکنن و این باعث میشه خودش قلب دچار نارسایی بیشتر بشه، پمپ قلب ضعیفتر بشه، خود این باعث میشه فشار خون افت کنه. داروهایی رو هم که بیماران میدیم تا فشارشون رو تثبیت کنیم باعث انقباض عروق داخلی قلب میشن، باز هم اینها خودشون دست به دست هم میدن، اکسیژن رسانی رو دچار اختلال میکنن و در کل یک سری اتفاقات زنجیرواری پشت سر هم اتفاق میفته به صورت یک چرخه معیوب که جواب به درمان رو سخت‌تر میکنه. و باید در نظر داشت تنها عارضه قلبی نیست که ما اون رو به هدف قرار بدیم و درمان کنیم، باید در نظر داشت این بیماران دچار نارسایی ارگان‌های دیگری مثل کلیه، مثل ریه ها، مغز و اندام‌های دیگر هم هستن. دکتر حشمت خیلی ممنون از وقتتون. من سال هاست که نمیتونم کفش پاشنه بلند رو بیشتر از چند دقیقه اونم فقط جلوی دوربین تحمل کنم، ولی در عهد جوانی ساعتهای طولانی کفش پاشنه بلند میپوشیدم و راه میرفتم. در دوران شیرین پیش از کرونا سری زدم به یکی از مجهزترین مراکز تحقیقاتی لندن که روی تاثیر کفش های پاشنه بلند روی کمر، ساق پا و ستون فقرات تحقیق کردن. یه نگاهی بندازیم ببینیم من تو این مدت چه بلایی سر خودم آوردم. یکی از یکی زیباتر، دلرباتر و البته دردناکتر. برای این که ببینم این کفشای پاشنه بلند چقدر روی طرز ایستادن، پاهام و کمرم تأثیر میذاره، به مرکز تخصصی پا در لندن اومدم. احساس میکنم اومدم پشت صحنه فیلم Lord of the Rings. حسگرهای کوچیکی به لگن، رون، زانو، ساق و روی پاهام وصل میکنند.
دوربین های سبودی که در این اتاق هستند فقط حسگرها رو میبینند و حرکاتشون رو ضبط میکنند. این حسگرها حرکت های کوچکترین مفاصل داخل پام رو هم دریافت میکنند. بعد حرکات این حسگرها رو در مدلی کامپیوتری بازسازی میکنند. این مدل تمام اطلاعات لازم از مفاصل و پا و نحوه حرکت من رو در اختیار دکتر مکلاک قرار میده که همون اول بدون مقدمه چینی چند تا خبر بد به من میده. دکتر مکلاک نتیجه چی بود؟ خیلی هم بد نیست، ولی وقتی راه میری به طور ارثی کمی عدم تعادل داری. وقتی داشتی راه میرفتی دقت کردم که لگن چپت بیشتر از راست میومد پایین و این نمودارها هم دقیقاً این رو نشون میده. لگن چپت به اندازه کافی حرکت نمی کنه و به عقب نمی ره. رفتار مشابهی هم در زانوت می بینم. وقتی به پاشنت نگاه می کنیم، با اینکه کف پات صافه، اما ماهیچه های پاشنه حرکت رو خوب کنترل می کنن. خط قرمز پای چپت رو نشون میده و پاشنه چپت یکم بیشتر طول میکشه تا بچرخه و گام برداره. برای همین پای چپ به اندازه اون یکی پا قرص و محکم نیست. این همه ایراد تازه قبل از امتحان کردن کفشای پاشنه بلند بود. دکتر مکلاک میگه تحقیقات تأثیرات منفی ریز و درشت پاشنه بلند رو ثابت کردند. اولین تأثیر واضحش درد پاست. هم درد موقتی که بعد از طولانی پوشیدن کفشای پاشنه بلند حس میکنیم. هم پادرد مزمن در سنین بالاتر اگر بیشتر از 5 سال با این کفشها راه بریم. تأثیر دومش خشکی بیش از حد پوست پا، پینه زدن یا انواع بدشکلی های انگشت است. از جمله انگشت چکشی و قوز شست پا. و تأثیر سومش اینه که ماهیچه ساق پا در طول زمان با پوشیدن کفش پاشنه بلند تا 13% کوتاه‌تر میشه. ولی اینطور که این حسگرها نشون دادن، ضررهای پاشنه بلند برای من از این حد هم فراتر رفته. وقتی پاشنه بلند میپوشی همه اشکالات تشدید میشه. نموداران نشون میدن که اول عدم تعادلت بیشتر شده و دوم چرخش لگن به داخل بیشتر از حد عادی شده که این احتمال کمردرد رو بالا میبره. پاشنه چند سانتی این آسیب ها رو وارد میکنه؟ هر پاشنه‌ای بلندتر از 1 سانت این آسیب‌ها رو می‌زنه. هر چی بلندتر باشه آثارش مخرب‌تره. برای همین اگر حتماً می‌خواید پاتون کنین، پاشنه‌های کوتاه‌تر رو انتخاب کنین. هر چه پاشنه کلفت‌تر هم باشه، سطح تماسش با زمین بیشتره و ضررش کمی کمتر. کفش‌های نوک تیز از همه بدترند؟ به خاطر فشار زیادی که نوک تیز کفش به انگشتا وارد میکنه، احتمال دفرم شدن پا، مثلا قوز شست پا و انگشت چکشی در کفش‌های نوک تیز بیشتره. اما ضررهای پاشنه بلند فقط به اینجا ختم نمیشه. تکنولوژی تکسکن یکی دو ضرر دیگر رو هم رو میکنه. ظاهرش خیلی ساده است، فقط یه تشک آبی کوچیکه. ولی داخل این تشک صدها حسگر هست که توزیع وزن بین دو پا رو اندازه میگیرن. ایدئالش اینه که وزن 50-50 بین پای چپ و راست توزیع بشه. یه پارامتر دیگر رو هم اندازه میگیره به نام نوسان وضعیتی. من در آستانه 40 سالگی نمیدونستم همه آدما وقتی فکر میکنن ثابت ایستادن، در واقع ثابت نیستند و به سمت چپ و راست تاب میخورند. در اصطلاح تخصصی به این میگن نوسان وضعیتی. اگر فرض کنیم روی سرمون یه مداد گذاشتیم و موقع تاب خوردن به چپ و راست یه خط با اون مداد رسم کنیم، اگر طول این خط زیر 30 سانتی متر باشه طبیعیه، ولی نوسان وضعیتی تو 36 سانتی متره که این زیاده. ای بابا، حالا این چه مشکلی میتونه برای من ایجاد کنه؟ پارامتر نوسان وضعیتی خیلی برای حفظ تعادل مهمه. هرچی بیشتر باشه امکان افتادنتون بیشتره. شکستگی لگن و دست و پا به خاطر این مشکل سالانه هزینه زیادی به سیستم‌های درمانی وارد می‌کنه. برای همین اگر بتونیم جلوی این مشکل رو بگیریم، جلوی خیلی از این افتادن‌ها گرفته میشه. یادته که با پای برهنه وقتی صاف ایستاده بودی نوسان وضعیتی 36 سانتی متر بود. 6 سانتی متر بیشتر از حد عادی. الان با کفش پاشنه بلند این نوسان به 112 سانتی متر رسیده. 112؟ نه. افزایش خیلی زیادیه. خودت گفتی برات سخت پاشنه بلند بپوشی چون قوزک پات گاهی خم میشه. الان معلوم شد چرا. این عدد اصلا طبیعیه؟
در افرادی که پای برهنه این آزمایش رو انجام میدن، عدد 112 فقط در کسایی دیده میشه که اصلاً تعادلشون رو نمیتونن موقع ایستادن حفظ کنن یا دارای بیماری‌های نورولوژیکی و عصبی هستن. واقعاً انتظار چنین نتیجه‌ای رو نداشتم. دکتر مکلاک میگه حمل کیف سنگین هم تأثیرات منفی زیادی روی بدنمون میذاره. دکتر مکلاک، من همیشه کیفم سنگینه، یه لپتاپ، دوتا هارد درایو، یه دفتر، کیف لوازم آرایش. جالبه برام بدونم تأثیرش روی سلامتیم چیه. وقتی با کیف دوشی سنگین راه میری، شونه‌ای که کیف روش هست رو خیلی بالاتر از اون یکی نگه میداری. این به ستون فقرات آسیب میزنه و یکی از دلایل اصلی کمردرده. همینطور نمودارا نشون میده که موقع راه رفتن با کیف سنگین، لگنهات هم بیشتر از حد عادی به داخل چرخش پیدا میکنن. اما تأثیرش روی نوسان حرکتی چیه؟ یادت هست که بدون کفش نوسان وضعیتی 36 سانتی متر بود. با کفش پاشنه بلند 112 و نمودار نشون میده که با کیف سنگین 61 سانتی متر. هر عددی زیر 30 سانت طبیعیه. کیف سنگین تعادلت رو به اندازه کفش پاشنه بلند به هم نمیزنه، ولی این هم عدد زیادیه. و انگار فشار روی پای چپ و راست هم یکسان نیست، نه؟ درسته. به خاطر این کیف سنگین 63% وزنت روی پای راست است و 37% روی پای چپ. باید وزن 50-50 بین دو پا تقسیم بشه. حالا اگه همچین کیف سنگین یا چند سال پشت سر هم آدم رو دوشش بندازه چه تأثیری داره؟ نکته همینجاست. تبعات منفیش در طول سالیان با هم جمع میشه. اگه چندین سال پشت هم کیف سنگین حمل کنین یا کفش پاشنه بلند بپوشین، اثرش رو میبینین. معمولاً کسایی که با مشکلات اساسی به ما مراجعه میکنن در میان سالگی هستن. 80% جراحی هایی که من روی بیمارانی که مشکل مورتون نوروما دارن انجام میدم، روی خانم هایی که 40 سالشونه، چون اثر مخرب این کیف و کفش ها در اون سن خودش رو نشون میده. خب کیف دوشی هم دیگه نمیندازم، یا کوله پشتی یا کیف چرخدار. آیا این آسیب ها قابل اصلاحند؟ تا جایی که پاتون تغییر شکل نداده باشه میشه اصلاح کرد. یعنی مثلا انحراف یا قوز شست پا نداشته باشین یا انگشتای پاتون حالت چککشی نشده باشه که نیاز به جراحی داشته باشین. بعد از انجام آزمایش بالینی مثل همین تست هایی که امروز از شما گرفتیم، یه دوره درمانی برای فرد طراحی میکنیم که شامل کار با یه فیزیوتراپ متخصصه که تا حد امکان سعی میکنه این آسیب ها رو اصلاح کنه. همینطور گزینه های درمانی غیر جراحی رو هم امتحان میکنیم. از کفش ها، کفی ها یا ابزار کمکی مناسب استفاده می کنیم و روی تعادل و ثبات وضعیتی فرد کار می کنیم. فکر نکنید که میشه کل هفته کفش پاشنه بلند بپوشید و آخر هفته برای جبرانش با کفش ورزشی برید بدوید. چون ماهیچه ساق پا که کوتاه‌تر شده، زمان برای انطباق با وضع جدید رو پیدا نمی‌کنه و آسیب بیشتری بهش وارد میشه. همیشه گفتن بکشید و خوشگلم کنید. راستش من نه با کفش پاشنه بلند خوشگل شدم، نه مثل این خانم تونستم خوشگل راه برم. چرا باید علاوه بر تحمل دردش، ماهیچه پام رو کوتاه‌تر کنم، انگشت‌های پام رو دفرمه کنم، کمردرد بگیرم، تعادلم رو به هم بزنم؟ برای من نمیارزه. شما رو نمیدونم. این درسته درد پریود یا قاعدگی بعد از زایمان از بین میره؟ میزان دردی که زنها موقع پریود تجربه میکنن خیلی با هم متفاوته. نصفی از زنایی که خیلی خوششانسن یا هرگز احساس درد نمیکنن یا به ندرت احساس خفیفی از درد سراغشون میاد. اون نصفه دیگه خیلی دلشون میخواد باور کنن که اگر بچه دار بشن درد پریودشون از بین میره. اما ببینیم تحقیقات علمی چی نشون میدن. ثابت شده که شدت درد پریود در یک نفر با افزایش سنش کمتر میشه اغلب اوقات. ولی این ربطی به بچه دار شدن نداره. یه تحقیق در سال 2006 روی زنای بالای 40 سالی انجام شده بود که بچه دار نشده بودن، ولی با افزایش سنشون در همون گروه درد پریودشون کمتر شده بود. همین محققانی که در تایوان این تحقیق رو انجام دادن، اومدن برای 8 سال روی 3500 نفر دیگه تحقیق کردن. در طول این 8 سال بعضی از زنها بچه دار شدن. درصدی از کسایی که بچه دار شدن شدت درد پریود توشون کمتر شده بود، ولی نه همشون.
51% از کسایی که سزارین کرده بودند همچنان از درد پریود شکایت داشتند. 35% از کسایی که زایمان طبیعی هم کرده بودند گفتن هنوز درد پریود به سراغشون میاد. این محققان احتمال میدن طول مدت حاملگی هم یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در میزان درد پریود باشه. چون 77% از مادرانی که زودتر از موعد زایمان کرده بودند همچنان تجربه درد پریود رو داشتند. احتمالاً برای همه ما پیش اومده که در برهه‌ای از زمان انقدر شرایط زندگیمون تیره و تار بوده که فکر کردیم غیر ممکنه اوضاع بهتر از این بشه. لیگی وب نویسنده کتاب تاب‌آوری تو این قسمت از نفس عمیق تکنیکی رو بهمون یاد میده که با بکار بردن اون میتونیم شرایط بحرانی و سخت زندگیمون رو راحت‌تر پشت سر بذاریم. گذر از سختی‌های زندگی اصلاً آسون نیست و خیلی مهمه که بدونیم چطور از شرایط سخت عبور کنیم. وینستون چرچیل جمله جالبی درباره تاب‌آوری داره که میگه اگه مجبوری از وسط جهنمم رد شی، کم نیار و به راهت ادامه بده. اما به هر قیمتی هم نمیشه ادامه داد. باید به فکر سلامتیمونم باشی. هر کدوم ما تکنیک و شیوه متفاوتی برای عبور از سختی‌ها داریم. مثلا بعضی ها ممکنه ورزش کنند، بعضی ها موسیقی گوش میکنند، بعضی ها ممکنه یوگا و مدیتیشن کنند. روش های مختلفی هست. یه تکنیک هست که من خودم خیلی دوستش دارم. یه شیوه خیلی خوب اینه که یه شی رو انتخاب کنین مثل این سنگ و توی جیبتون بذارین و هر وقت دستتون به این شی میخوره چیزایی رو که بابتش سپاس گذارین به خودتون یادآوری کنین. هر روز اول صبح به چیزایی فکر کنین که عمیقاً بابتشون قدردانید. یه روش واقعاً مفید اینه که دفترچه قدردانی داشته باشین و آخر روز مثلاً 3 چیزی رو که بابتش سپاس گذارین یادداشت کنین. هر روز این کار رو انجام بدین. چند سال پیش وقتی درباره مهارت قدرشناسی کتاب می نوشتم با رابرت امنز پروفسور آمریکایی آشنا شدم. پژوهش‌هاش نشون میده قدردان بودن به افراد مضطرب و افسرده کمک میکنه. پژوهش‌هاش نشون داده کسانی که دفتر قدردانی داشتن بعد از 28 روز سطح شادیشون تا 25% بیشتر شد. یادم در یکی از سخنرانی هام درباره قدردانی و معرفی این سنگ قدردانی مردی در بین هزار نشسته بود که مشخص بود موضوع اصلا براش جالب نیست. با آرنج به بغل لستیش میزد، این ور اون ور نگاه میکرد و معلوم بود که زیر لب میگه چه چرندیاتی. با این حال اونم آخر جلسه این سنگ قدردانی رو از من گرفت. حدود یه ماه بعد به هم تلفن کرد و گفت لیگی فلانی هستم، احتمالا منو یادت نیست. تو دلم گفتم که اتفاقا یادمه. بعد گفت اون روز وقتی از سخنرانی من به خونه برگشته همسرش در رو باز کرده و گفته دو خبر بد باید بهت بدم. اول اینکه ماشین نو رو موقع دنده عقب به دیوار پارکینگ مالیدم و رنگ ماشین رفت. خب مرد طبیعتاً از این موضوع ناراحت میشه، ولی همسرش میگه خبر بدتری هم هست، اینکه کارنامه مدرسه پسرمون اومده و نمره هاش چندان تعریفی نداره. مرد خیلی ناراحت به اتاقش میره و اونجا سنگ قدردانیشو میبینه. از خودش میپرسه که الان واقعاً بابت چی باید سپاسگزار باشه. میگفت یه آن مکس کرده. لحظه عجیبی بوده. فکر کرده که خسارت ماشین مهمی است و مهم اینه که همسرش آسیب ندیده و سالمه. درسته که پسرش بهترین نمره ها رو نگرفته، اما مثلا برادرش مشکلات اخلاقی خیلی جدی تری با بچه هاش داره. این لحظه بوده که نظرش عوض میشه و تصمیم میگیره تمرین قدردانی کنه. بعد گفت که به دو دلیل بهت زنگ زدم. اول این که ازت تشکر کنم، چون یه ماهی میشه که تمرین قدردانی میکنم و حالم خیلی بهتره. بعدم این که همسرم میخواد ازت تشکر کنه، چون ظاهرن این روزا زندگی کردم با من خیلی راحت تر شده. با یه شیوه مناسب همه ما میتونیم حتی از سخت‌ترین مشکلات زندگی هم عبور کنیم. چون به قول بودا مهم نیست که گذشته چقدر سخت بوده. همیشه میشه دوباره از نو شروع کرد.
You can always begin again. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. بهمون ایمیل بزنید37@bbc.co.uk. تمام برنامه‌های قبلی ما در وبسایت BBC فارسی زیر پنجره تلویزیون هست. در دوران شیوع کرونا خودتون و اطرافیانتون رو به خطر نندازید.